داشتم میرفتم بالا، گفتم یه سری هم بیام خدمت شما. خوب کاری کردی بابا جان. اوه چه خبر ها؟ سلامتی قابل به عرض نی. عرض حضور انور منورتون که من اما سردها خلاف ادبه. صبحی داشتم میرفتم مابال، دیدم این لوله آفتابه قندیل بسته یه بند انگشت. این انگشت ما هم که با من کاری داشتی بابا جان؟ بله بله، عرض حضور انور منورتون که این منزل ما گفته به شما بگیم یه فکری برای این درخته بکنیم. کدوم درخت؟ این یارو چناره دیگه بابا. چطور مگه اتفاقی افتاده؟ بله، پولشون رو میخوام. نفهمم موضوع چیه؟ بچی زنه چنار تو کوچه رو بهونه کرده، مردره فرستاده که برو بگو چنار رو قطع کنن. خب این یعنی که چی؟ بلاحت. البته منم که زیر بار نرفتم، یعنی دست من نیست که زیر بار برم یا نرم. آقا جون داستان مال کی؟ یکی دو روزی میشه. بابا دهنم سوخت، یک هنوم گفتن یه خود ملاحظه آبروی منو بکنین. همین خب؟ یکی به تاق ابروی اولیا مکرمه برخورد. خود شما نباس من حقو میزدی نگه نباس میزدی. چرا بابا جان؟ آدمیزاد حق نداره تو چهار دیواری خونهش یه پرده صدا شما را ببره. من نمیفهمم، من میگم گردی صورت و پشت دستا، اون وقت خانوم هفت قلم بزک دوزک میکنه، ناخوناش هم لاک میزنه، خودشو تلو میده میره مدرسه، خیر سرش به بچه های مردم درس بده. خرمالوهای ما هم جوانه زده. بله حالا دیگه سرمایی گل سرخه، گل سرخ. بله بله. شما با پالتو گرمتون نباشه. خیلی ببخشید بنده مزاحم نیستم که. خیلی عزیز میخواستم خدمت آج آقا معذر مشرف بشم. دیدم خیلی توفیقی نمی کنه این روزا، راستش معذرم چه یه خود کساته. بفرمی. اتفاقا با جناب بنده هم آقای معذر سرچشمه. با جناب شما؟ بله ایشون هیئت فاطمی هم دارن. از شما یعنی متأهلی؟ خیر یعنی بله، یعنی قبلا متأهل بودم. خدا رحمتش کنه، عیال بنده سر زای مرتضامون عمرشو داد به همشیره مکرم شما. پس یعنی شما بچه هم داری؟ دوتا. بله همش فقط دوتا. شکو جون بله قربون شکلت، یه زحمت دیگه اینو برام شلال میکنی؟ چقدر؟ همین که یه هوا تنگ تر بشه. بذار ببینم. دست درد نکن. میگم تو دالون یه با عطری پیشیده آدم سرش گیج میره. راسته این کی بود؟ این؟ ها نمیدونم. وا شکو جان من بیا برو اینجا باشده چه کنی دختر، یه کاری بکن. چیکار کنم ماما؟ مادر بیا برو یه خود نونقندی زیر زمین داریم آب نبات، بلند شو یه چایی بردا ببر اون بر. ماما جان میبینی که دستم بنده، میخوام اینو شلالش کنم. باشه بعد چه بیا برو. برو چی میکنی؟ برو یه دست به سر رو بگیر. برو انگاری مهمون دارین انیس خانم. والا مهمونی که نیست، لابدی امر خیریه. حالا تا قسمت چی باشه؟ ایشالله به پای هم پیرشم. حالا ظاهرش که عمیز خانم جون اینجور آدم ها پا قدم خیلی خوبی دارن. مرد آقات وقتی قدم جلو گذاشت من از خوشحالی داشتم پر در می آوردم، گوش رو گوشم بند نبود. مامان تو همش فکر خودتو میکنی. کاش که اینجوری بود والا، عوضی که دست و پایی بکنی سر گوشی به جنبونی. واسه اینا وا همچی میگه این آکه واسه سخت بستن جونم. بیچاره عقبه این رفت.
عزیز، به نظر من بدک نبود، نظر تو چی؟ چه میدونم والا، صابله خودش اینجاست. ببینم این نه مسکم، چی چنگی به دل نزده؟ خب اگه میخواین از شرم خلاص شیم بگین؟ تو دماغت باد داره دختر؟ هی میگم به ظاهر هیچکی نباس رفت والا. حالا یه خود پا به سن گذاشته، دو تا یتیم چه داره؟ حالا یه خودم معیوبه. نه والا عزیز، من که اصلا نفهمیدم قوزیه. تازه باش مادر، اینا که مناب نمیشه. مرد فقط باز دو تا سولاخ دماغ داشته باشه که قابینم داره. ولی به نظر من که آدم محترمی میومد، آدم حسابی بود. آتیش گذشته مادر. اهل هیچ فرقه ای هم نبود عزیز. با سلوک محترم آقا معقول. خب پس دیگه چی میخوای؟ حالا دیگه اینقدر بی‌نوا